سراسر کره زمین. من پرویز نیمی هستم، روزه دوشنبه و چهارشنبه بعد از ظهر به وقت واشنگتن ساعت 6:30 تا 8 در خدمت شما عزیزان هستم. من یک این برنامه خدمتون تقدیم میکنم برابر است به 26 مرداد ماه 2574 و برابر است با 13 ماه اوت یا ماه آگست 2015. تلفن برنامه هستش 282-835-3063. تکرار میکنم 282-835-3063. من از آقای ناصر توکلی سپاس دارم که برنامه را از طریق رادیوی هوستون تگزاس و ایران هوستون تگزاس پخش میکنن و اگه بخواید اینو ببینید هستش بعد چون که رادیو ایران هوستون تگزاس پس RIHT.CO یا CO هر دو میگیره مثل سی او بهتر میگیره. من مطالب زیادی براتون دارم. اول از همه اجازه بدید که یک اعلامیه است از جبهه ملی براتون بخونم. ببینید من تقریبا بیشتر عمرم که فعالیت سیاسی بودم در ایران هوادار جبهه ملی بودم و در جلساتشون شرکت میکردم، در میتینگاشون شرکت میکردم و برحال کمک میکردم هر جوری که میتونستم. میگم از سن 12 سالگی تا مثلا فرض کنیم که تا وقتی که در ایران بودم دیگه. بعد کم کم دیدم که مقداری مطالعه کردم چون تو ایران کانال هست همه چیزی نمیتونه بفهمه. بعد که میاد بیرون کتاب های مختلف میبینن، مجلات روزنامه مختلف مطالعه میکنه، بعد میبینن که جبهه ملی یک مقداری یک شخصیت، یعنی جبهه ملی قائم به شخصیت مصدق بوده، یعنی جبهه ملی من مصدق چیزی نبوده. مصدق هم یه فرده. خب یک فرد هم اشتباه میکنه، مثل این که من اشتباه میکنم تو هم اشتباه میکنه. اگر معتقد باشیم که خود مصدق خداست دوچار اشتباهی، همینطور که فکر کنیم هر فردی کامله و هرچی گفت درسته مرتکب اشتباه شده. اگر یک کسی عقیدش و باورش از 50 سال پیش پیدا امروزش فرق نکرده دوچار جنود فکریه. یعنی اون نمیتونه بگه من آدم متعدل و متغیر به سر اپدیت و بروس هستم. اون آدم میگم مغزش منجمد شده، چون همش یه چیزی تکرار کرده، همه تکرار کرده و این تکرار کردن درست نیست. حتی میگه در مورد مسائل مذهبی و در مورد مسائل ایدئولوژیک هم تکرار کردن یک چیز و پذیرفتن برای همیشه غلطه، انسان رو به عقب میبره. ببینید آقای دکتر مصدق که به اصطلاح بنیانگذار جبهه ملی بود، البته منظورم این که آقای مصدق نکوشید که جبهه ملی تشکیل بشه، بلکه جبهه ملی تشکیل شد و مصدق رو به عنوان رئیس خودشون انتخاب کردن. آقای مصدق اومد در مجلس و جزئیات چی نمیخوام بگم چون بحث طولانی میشه، اومد به هر حال به عهده گرفت که نخست وزیر بشه و ملی شدن صنعت نفت رو که قانونش تصویب شده در اسفند 1329 و در 29 اسفند از تایید سنا هم گذشت، یعنی 3-4 روز قبلش به تصویب شورای ملی رسید، بعد سنا هم گذشت به عهدهش گذاشت که خود رو بیا اجرا کن. اون کسی که به عهده ایشون گذاشته بود اون آقای شریف امام جلال امامی بود که رهبر اکثریت مجلس بود و ایشون اومد به آقای مصدق و آقا تو چرا نمی خودت نخواست رو دیگه چون کار بکنی؟ مگر نظرش پرسیدن آقا تو چرا این پیشنهاد رو دادی مصدق؟ خب من فکر کردم که این به این بدن نمیتونی این کار بکنی، این جمله‌ای که به کار بدی جمله‌ای زشت هم بید بهش گوه میکنی میره.
در حالی که آقای دکتر با درایت و با پشتکار و با پشتیبانی ملت ایران علی‌رغم اینکه در مجلس اقلیت بود، این دایره که به تصویب برسونده بود به اجرا گذاشت و نصر رو ملی کرد و رفت در دادگاه، اول در سازمان ملل در امریکا، بعد رفت به دادگاه الهه و در هر دو جا به نفع ملت ایران دفاع کرد و در هر دو جا پیروز شد. ببینید معمولا اونهایی که قائدن، اونهایی که رهبرن، اونهایی که آدم های بزرگ، رهبرهای بزرگ کشورها در دنیا هستن، وقتی که پیروز میشن میرن کار رو میدن به دیگران، در مرحله سخت پیروزی کار میکنن، بعد میدن کار به دیگران. مثلا فرض کنید آقای مهاتما گاندی در هندوستان هیچ وقت نمیومد نخست وزیر بشه یا رئیس جمهور بشه، بلکه حمایت پشتیبانی میکرد. آقای نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی اومد دور اول رئیس جمهور شد، بعد گفت من کارم این بود که این آپارتاید رو، این تبعیض نژادی رو از آفریقای جنوبی بردارم و این کاری کردم، برداشتم. حالا یه سیاه و سفیدا رأی مساوی دارن و اینجوری نیست که من حکومت دست سیاه باشه، وزیر دارایی میتونه سیاه باشه، میتونه سفید باشه، بر حسب اینکه رأی داده باشه. و اینجوری من برم دیگه از کار بکنم. رفت کنار آقای لخوالسا در لهستان همینطور اومد، این یکی از دلایل فروپاشی شوروی چند دلیل داشته، یکیش همین آقای لخوالسا در لهستانه که یک نهضت همبستگی سولیداریتی درست کرد و یک دفعه همه مردم روشنفکر جوانا فعال دانشجوها رفتن عضو شدن. بعد دولت شوروی اومد حمله کنه فلان کنه، گفت نه همه تون رو عضو کمونیست بشید. وران چه روزی همین میکنم، من از روزی کنمی شوید، من به چی به حمله کنم؟ دوگره که در آرامش کن، دوگره همه گفت از روز سلالویزی بشید. به این تحقیق یعنی نیروهای شوروی رو آکمز کرد و در افغانستان این که دوچار شکست خودن و عوامل اقتصادی مالی سبب فروپاشی شد. ولی رخبالسا ایت وقت نیمان گفت به من به رسیون رو ببین، به زیر یه زمان کوتاهی رسیونه شد و کار دست دستی بگردم. آقای دکتر مصدق ما اشکالش این بود که میخواست بچسبه به صندلی نخست وزیری و حتی کم کم قصد این کرده بود که شاه رو از مملکت بیرون کنه. فمیلون یا دیگران همه این فمیلی البته توی این علامت از این موضوع اشاره نکرده، این بکنم که فمیلی رو به عنوان بلوغ فکری دو فمیلی میخونم، بلوغ فکری دو فمیلی. ممکنم به من بگید آقا تو چی هستی که به دو فمیلی میزیم بلوغ فکری؟ من یه آدم، یه آدمم که فکر میکنم، یه آدمم که پروان ندارم، یه آدمم که تحصان ندارم، یه آدمم که توهینم نمی کنم، یه آنهان که وابسته به چیزی هم نیستم. اگه دیدید یه حرفی زدم فهمیدم اشتباهی بودیم، خانم آقای ببخشید، از من دیدید من اشتباه بود، به خصوصیاتی دارم، مطالعه هم می کنم، دائما مطالعه می کنم. پس به خودم حق میدم که بگم آقای جبهه ملی، یعنی گروه جبهه ملی، از این اعلامیه من احساس می کنم که به به فکر رسیده، به متفکر بودن رسیده، به بلوغ فکری رسیده. وگرنه همش زنده مصدق گفتن که این که نشد جبهه ملی چه باید به عمل یه فکری باشه. جبهه ملی به بیراهه رفت، برای که بیراهه رفت اینجوری به بیراهه رفت که همش گفتن که بودوتای CIA و بودوتای امریکا و انگلستان، بودوتای انگلستان و امریکا، بله اینا قصد بودوتا داشتن، ولی به شاه فشار می آوردن که آقای مصدق عقل کنه. آقای شاه این کار نمی کرد، می گفت من تا مجلس، حتی باید مجلس ایشون عقل کنه، من ایشون عقل نمی کنم. بعد مجلس یه عواملی پیش اومد که بخواستن آقای دکتر مصدق رو استیجا کنن، مجلس آقای دکتر مصدق رو عقل کنه، برای که در قانون اساسی هم شاه می تونه نخست وزیر رو عقل کنه هم مجلس، ولی سنت این بود،
سنت این بود که در بودن مجلس شاه عزل نمی کرد، نصفم نمی کرد، میذاشت مجلس تصمیم بگیره. پس بنابراین مجلس تصمیم گرفت که آقای دکتر مصدق به استیجا کنه و از کار برکنارش کنه. استیجا از کار برکنار کردن اینه که آقای حسین مکی تیار و فوردار مصدق بود و آقای دکتر مصدق میگفت سرباز وطن حسین مکی. آقای حسین مکی با خبر شد که آقای دکتر مصدق بدون تصمیم مجلس، بدون شرایط قانونی، بدون گذراندن مراحل قانونی کار، یک مقدار اسکناس دستوری رو چاپ کردن و این اسکناس رو بود تو صندوق دولت از این اسکناس رو استفاده کنه به مثلا به کارمندان رو حقوق بده. آقای مکی خواست تو مجلس بگه آقا من استیضاح میکنم چون به چه حقی غلط اسکناس بدون اطلاع مجلس چاپ کردید. آقای دکتر مصدق سمیق که میخوان استیضاح کنن در مجلس و برکنارش کنن، با عجله یک رفراندوم گذاشت که آقای دکتر نصر احمدی که بیره چهارشنبه میان تو برنامه من که ایران هم قانون دارن، گفت اصلا اصل رفراندوم غیرقانونی چون در قانون اساسی ایران رفراندوم پیش بینی نشده. و من به عنوان یک آدم اون زمان 13 ساله که البته اون جوان عقلم نمیرسید رفتم دو دفعه رای بینم به رفراندوم بلی رسنم به آقای دکتر مصدق، بعدها فکر کنم که چه صندوق های رای موافق یه جای دیگه است، مخالف یه جای دیگه است، این غیر قانونی در غیر قانونیه. من اگر رفراندوم خودش غیر قانونی بوده اجراش هم غیر قانونی بوده چون رای موافق جای دیگه بوده، رای مخالف جای دیگه. حالا برای آقای مصدق مجلس رو منحل کرد. در قیام مجلس شاه حق داره که نخست وزیر رو عزل کنه. قبلا هم یاران مصدق به مصدق گفته بودن که شاه عزلت میکنه، آقای مصدق گفته بود که تو رفت میکنه. این در خاطرات آقای دکتر صدیقی هست، در خاطرات دکتر سنجابی هم هست که گفته من عزل میکنه، گفته این من تو رفت میکنه عزل کنه. بعد فرمان عزلش رو بهش دادن. در واقع ما مردم ایران بزیم یا امام رضا زامن آزود، آقا همچنین این آقا این زامن آزود با عقل زیر برده این چجوری میشه آوری بگه آقا برو بس ها چیز رو به برگرد آقا چجوری ارتباط برقرار میکنن، مگه آقا این رو دیگه رو بر میگرده، مگه امام رضا این جذابه که نمیشه بگه آقا این 10 دلار پول این آقا ولش کن بره، این 100 دلار پول آقا ولش کن بره. مثلا این آهو رفت بچه ها شیر داد ست ها آهو میدیدی که بخصه میشی که کار چه شکار میشی و اینکه این رو بگیم تو تله مردم رفته یا امام رضا زامن آهو. حالا هرچی بگیدی که اثر نمی کنه که حالا تو گوش که پیمانده و یارانشون رفته به روزای مصدق گوشای شاه. آقا وقتی که آقای دکتر مصدق فرمان عزل رو گرفت امضا داد روز 25 مرداد در رادیو اومد گفت این کودتایی در نصف بود من خفه کردم، آقای دکتر مصدق اقدام به کودتا کرد در روز 25 مرداد 1301. تکرار میکنم، آقای دکتر مصدق اقدام به کودتا کرد یعنی اقدام به عزل شاه کرد غیر قانونی، در حالی خودش عزل شده بود داشت شاه را عزل کرد. ولی زای آقای دکتر مصدق در 25 مرداد 1332 کودتا کرد در علیه شاه. ما حالا میگیم حالا دیگه چکار کنیم، دیگه شما میگیم کودتای امریکایی در علیه مصدق، آخه شاه میاد بر علیه مصدق بطلا کنه، شاه حق داری که عرضش کنه عرضیم هم کرد. حالا بگذاریم برگردیم به اعلامیه دقیقه ملی که من این اعلامیه رو به بر این که در واقعیات همه هنگی داره میدونید ما رفتیم به مجاهد ها گفتیم آقا جز با گروه های مختلف از جمله پادشاهی خان مذاکره و اتحاد کنیم. اون آقای محسن رضایی پسر اون رضایی که برادرش کشته شدن که اسمش شده حالا ها کبید رضایی پیغام داد به دوست ما گفت رضایت هم گوه هر که میخواد با ما بیاد مذاکره کنه باید اول بگه مرگ بر شاه مرگ بر شیخ، ها ما میگیم تو بیا با یاران رضا پهلوی مذاکره کن تا
توافق کن، ببینید در اصل یه اصولی چه اصلا مشترکی دارید. یک اصل هر دوتایی که میخواید رژیم بره کنار، دو اصل میخواید مثلا هر دوتایی که دموکراسی باشه، سه اصل میخواید رای عمومی، رای اکثریت. خب اینا در اصل اینا توافق کنید برید اونجا رای بگیرید. خب نه، باید آقای مثلا فرض کنید مثلا آقای شاهزاده بالایی اگه میخواد با نماینده مجاهده باید حرف بزنه، باید بگه مرگ در شاه، مرگ در شیخ، تا اجازه بدن بیاد تو با اونها حرف بزنه. پس بنابراین ما اپوزیسیونی که قادر به حرکت موثری باشه نداریم. وقتی اپوزیسیون با هم دیگه بدن بر هم دیگه میزنن، پس بنابراین اپوزیسیون سرگر و هم بودن کاری به رژیم اسلامی ندارن. بذار این اعلامیه رو میگن، اعلامیه ایست که از دیدگاه خوبی قضیه رو میگه. من اعلامیه رو همه رو میخونم حتما روی یوتیوب اینا پیدا میکنید. ولی دو تیکش رو کنار دادم یه میگوشم که بخونم براتون. علامت دادم این باستلا نوشته که اگر این دولت نمیخواد، یعنی دولت روحانی رو میگه، اگر این دولت نمیخواد به سرنوشت خفتدار دولت محمد خاتمی گرفتار آید، باید مردمی را که با آراء خود موجب انتخاب آن شدند برای پشتیبانی آشکار از آرمان‌های آزادی و دموکراسی با جسارت به صحنه فراخواند. ببینید میگه که اگر آقای روحانی میخواد به سرنوشت خفتدار خاتمی دچار نشه، باید افرادی که به این آقای روحانی رأی دادن اینها رو با جسارت به خیابینا بیاره، به صحنه بیاره. برای پشتیبانی آشکار از آرمان‌های آزادی و دموکراسی با جسارت به صحنه فراخواند و همچنان در صحنه نگاه دارد تا همگام با رفع محدودیت‌های اقتصادی و محدودیت‌های نفسگیر هم که در راه آزادی‌های اساسی و حقوق انسانی مردم به وجود آمده است از میان برداشته شود. البته بهترین سرانجام اینه که برای این جریان میتوان متصور شد حذف کامل مقام ولی فقیه و همه نهادهای غیر منتخب است که در ظرف سه دهه گذشته با توسل به انواع سرکوبگری ها و تبهکاری ها راه پیشرفت و بهروزی را به مردم ایران سد کرده است. ببینید حالا من یه چیزی قبلش رو میخونم بعد بارم. بنای بر مراتبی که گذشت، جبهه ملی ایران واشنگتن حصول توافق اخیر را میان ایران و شش قدرت جهانی به شرط این که دو طرف توافق با عمل به تمامی تعهدات خود موجبات اجزای کامل آن را فراهم آورند، گام مثبتی در جهت دور ساختن خطر یک جنگ ایرانگر از سر ایران و رفع محدودیت‌های گسترده فلج کننده می‌داند که در اثر بی‌کفایتی و فساد و لجبازی کارگزاران نالایق جمهوری اسلامی گریندانگیر کشور و مردم ما شده است. دو فراز من از این اعلامیه رو انتخاب کردم برای خود خوندم. یک فراز این سیمیزه ما این توافق رو تایید میکنیم. جبهه ملی ایران در یک قدم مثبت، در یک اقدام عاقلانه میزه ما این توافق اتمی رو تایید میکنیم. البته همه مردم میگن این پولاتو بیاد چیزش تو جیب مردم ایران نمیره، همش میره تو جیب آخونده و یاران خارجی شد. راست هم میگه مردم، ولی همین بهتر از جنگه، همین توافق
که پولا بیاد، حتی اگر بره تو جیب گنده آخونده و حتی اگر بره تو جیب هم دوستان خارجی آخونده، بازم از جهن بهتر است که کنیم اگه توافق به هم میخورد دو طرف به قول آمیانه به تیپ پهمی زدن این رفتن خب چی میشه؟ یادتون دوستان به تیپ پهمی زدن دوست بارم دو بارم از ایران دستور دادن که اگه طرف خیلی صف میگیره بل کنی بیاد. این مرحله هم رسیده، یک مرحله هم بیه آقای کری زیمیدش میزد و میزدش اینجایی خودکارش پریده تو صورت آقای ظریف، آقای ظریف هم خودکار ورشه پت کرده تو صورت آقای کری. بعد آقای کری گفته من منظوری نداشتم معذرت خواهد، من گفته ببخشی من یه لحظه از سرم میگیدم، برای به خوبی خوشی گذاشته. یه لحظه هم یه خانمی من اسمشون همشی یاد بوده، خانمی منتگونگی منتگونگی همچی توی حیلیسی یک قسمت مهمی از چیز اتحادی اروپا هستم. ایشون پاشده گفته که اگه اینطور من میزه رو ترک میکنم. آقای ظریف هم فریاد زده گفته من ایرانی هم چه حق نداری یه ایرانی رو تحقیق کنی. به این شکل برای مذاکره سخته، شما صبح بیه تحت بگیم مذاکره کنید تا زور داری بیه نیم ساعت تحتیل کنید دوباره بیه مذاکره کنید تا شش بعد زور دوباره نیم ساعت تحتیل کنید مذاکره کنید تا ایجار بیشه. این کار هر کسی نیمید و این تیمی مذاکره کننده ایرانی من تحصیلشو میکنم که در رسیون آقای محمد جواد بی ظریف، آقای عراقچی و آقای تخت روانچی. بعد نمیدونم فامیلی اینا رو مسخره میکنیم. آخه فامیلی که اون بابا خودش که انتخاب نکرده، تو پدرش پدر بزرگ این انتخاب کرده، البته خودش میتونه عوض کنه، بسیار هم خب فامیلیش رو عوض کرده. برام جبهه ملی از این که من این اعلامیه رو تایید میکنم با آرزو میکنم که هر دو طرف، یعنی طرف ایرانی و طرف پنجیر علایی، به تعهدات خودشون عمل کنن و قبول کنن و برحال وضع خوبی خطر جنگ از سر ایران بگریزه. و من میزم خطر جنگ، من یک کلمه با آقای نتانیاهو صحبت دارم، نمیدونم اگر کسانی هستن که به تلویزیون تماشا میکنن، حالا مسلمانن کلمین هر جوری هستن، به آقای نتانیاهو بگید آقای نتانیاهو این که فعالیت های اتم ایران تحت کنترل باشه بهتر از اینه که ایران بره بگه من میخوام کره شمالی بشم. اگر ایران بره بگه من میخوام کره شمالی بشم، خب ما میدونیم که جنگ میشه، ما میدونیم که اسرائیل میاد ایران میکوده، ما میدونیم که امریکا هم به کمک اسرائیل میاد ایران میکوده. ولی به آقای نتانیاهو اگر هزار دلار مثال به ایران دستان بخوره، به تاین میدونید که 50 دلار به اسرائیل 50 دلار به امریکا لازم میخوره. ببینید سربازای امریکا تو عراق و افغانستان آتش گوشت دن توپ کن، یعنی خشنگ ایران، یعنی نه که خود ایران بلکه اون گروه های وابسته به ایران که از طرف ایران منتظر میشه، اینا میتونن اینا رو بزنن، موشک بزنن، خمپاره بزنن، هزار جور آزارشون بدن. اون منطقه سبز بغداد همچین سبز و سبز هم نمیمونه، قرمز میشه. چون واقعی نتانه رو ببینید اون موشک هایی که افتادن تو خاک اسرائیل، همینطوری علاقه افتادن تو سهرهای فلان، به خاطر اینکه موشک های هدایت شونده رو در نهارن از زیر اون انبارهایی که قایم کردن. خود اسرائیل هم گفته این ایران 11 تا موشک فلان داده به این حزب‌الله، ما نمی‌دونیم اونا کجا چه شلیک نشده. اونا شلیک نشده، اونا به 11 تا شهر اسرائیل میخوره. آقای نتانیاهو چرا برای مردم اسرائیل یه جنگ خونبار رو میاری؟ چرا میخوای مردم اسرائیل زیر آتش موشک‌های اطراف باشن؟ چرا میگی من نمیدونم سپر آهنی بستم؟ خودت هم میدونی که اون سپر آهنی وقتی از لب مرز شلیک میشه اون سپر آهنی کار نمیتونه بکنه، چون سپر آهنی تا بیاد مسیر موشک رو پیدا کنه، خوف کنه و ضد موشک رو بفرسته، اون شکل خورده زمین به هدفش هم رسیده در اون تو درسته. شما میدونید که این ضد موشک های یک دونه موشک رو میتونه بزنید، دوتا موشک رو بزنید، وقتی هزاران موشک بیاد که نمیتونه بزنید. که آقای نزنی و خودت که میدونی که میگم 20,000 تا موشک اونجا هست، آخه چرا میخواییم 20,000 تا موشک بیستر مرده به
بدون دفاعی اسرائیل بیفته. چرا دل بیاره خاطر به حال مردم اسرائیل نمیسوزه؟ اینجا مجله ای ایرانیان در چیتری که نمیدونم شما میتونید بخونید یا نه، من از بیارم بزنید دستگاه که همه این با هم بتونید بخونید، این بذارم کنار. نوشته که با خط قرمز نوشته بالای 20 میلیون دلار برای مخالفت و رد توافق اتمی در کنگره امریکا هزینه می شود. تکرار میکنم، بالای 20 میلیون دلار برای مخالفت و رد توافق اتمی در کنگره امریکا هزینه می شود. خب آقای بوباوان در سخنانشون گفتن که ده ها میلیارد دلار هزینه میشه که افکار عمومی رو با این توافق اتمی مخالف بکنن. آقای بوباوان گفتن که میلیون ها دلار خرج میشه که از طریق رسانه ها یعنی چی؟ یعنی هر کسی که تو رسانه میمیسه بقاله داره، گفتار داره، کلام داره و مردم به گفتارش توجه میکنن بهش پول میدن، میگن تو به این مخالفت کن. حالا پول ممکن مستقیم بهش ندن، بگیم ندن این پول ما میدیم مخالفت کن. پول ممکن به سیر مستقیم مثلا میخواه خونه بخره، میگن آه خونه این دیلو شد، ما میتونیم کمک کنیم به خونه فلان باشه. مثلا هم خیلی بده ها، راهی بگم تکرار کنم یارو میفهمه که بزنیم یعنی کمک مکول برون کلون از این توافق ایراد بگیره. چون فکر نکنید اینجا کشوری است که مثلا فرشته ها حکومت میکنه، نه، این افرادی که در رسانه ها هستن وقتی که طرفدار جمهوری خواه ها هستن، مخالف دموکرات ها هستن، اگر دموکرات ها بیان دستشون اصل بکنن تو دهن اینا گاز میگیرن. اگر برای ملت امریکا بهترین خوبی رو بیارن اونو میگن خیلی بده، چون که با اونا بدن، یعنی اونا بدیشون به خاطر انتقاد از عمل اینا نیست، بدیشون ذاتی قلبی قلبن بدن و قلبن بدی میگن. اما باید آگاه بشون که گور این به صلاح تطبیقات ضد توافق رو نخوریم. ما که میل تطبیقات رو ضد توافق رو نخوریم، بلکه این تطبیقات رو به نفع توافق به هر جایی که هستیم بتونیم برسونیم. اگر به یه سناسال دست ارتباط داریم بهش بگیم، اگر دست به نامن هم خوبه میتونیم ایمیل بفرسیم بخار کنیم که این توافق تصفیق بشه به بخوری جبه ملی، خطر جنگ از سر ملت ایران بره. میدونید بعضی اونجا میشستن ایسی ماشین، نه فشاری، نه دقبایی، نه کسی یه پاسدار یه خونت رو بگرده، نه ماشین که میگردن میکنن، نه خطر زندان، نه خطر شکنجه، نه خطر کشتار، نه هیچی. راحت میشستید ایران بزنن ایرانو، ایران نیروهای اتمیش فراوانه، این بعدا اونا رو میزنه. آز زدن جنگ یعنی صفحه آب، یعنی صفحه نون، یعنی زندگی در چادر، یعنی بچه ها مدرسه نرفتن، یعنی تجاوز، یعنی کشتار. شما این رو بر مردم ایران میخواهید؟ اینجوری بگید که مجله بیداری خوشبختانه درمه که من قسمتهایش برای میخونم. تبریک میگم به آقای سیاوش لشکری دوست عزیزم که این مجله خوب رو همچنین مرتب در میارن. وقتی ایشون این مجله رو منتشر کردن الان سال 15 سال پیش که این مجله رو منتشر کردن، کسی جرأت نمیکرد بگه آقا امام زمان چاخانه، جرأت نمیکرد بگه.
ولی ایشون این انتشار دادن، وقتی ایشون انتشار دادن آقای پروفسور مسئول انصاری بود، درست میدونم میگم که کتاب چون نگاه کنم ایشون با امضای مستعار مطلب می‌نویسه، شورای نمی‌کنه با امضای خودش بنویسه. آقای سیاوش مشکلی تشویقش کرد که بیاد بری سخنرانی که صحبت کنه با اسم خودش بنویسه. و آقای فرید فولادان هنوز نبود، آقای شاهین کاظمی نبود، آقای امیدوار نبود، پرویزی اینه که من داشتم نبود و ایشون اومده این کار رو شروع کرد. البته من نمیگم ایشون اولین نفره، قبل از ایشون بسیار در قرن سوم میلادی ببخشید در قرن سوم هجری یک فیلسوف سوری که من اسمش یادم بود متاسفانه فراموش کردم گفته که مردم به دو گروهن، یا عقل ندارن و دین دارن، یا عقل دارن و دین ندارن. البته الان بی‌معرفت پررویی بودم، من حرفش تایید میکنم. دینداران به عشق بهشت موعود زندگی موجود را جهنم کردن. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کنه. امام خمینی میدونی که انشاءالله آقای امام خمینی دعایی که در باره امام و یارانش مستجاب نشد. او اسلام که به ما یاد دادی چگونه گریه کنیم، چرا که به ما نیاموختی که چگونه بخندیم. یک شاعر عرب. خب آقای دکتر مهراسا همیشه سرمقاله این مجله رو می‌نویسن، مطلب نوشتن تحت عنوان پاسخ به یک آدم شیفته موهومات. یک کسی بسیار از دین و اینها دفاع کرده و نامی نوشته و آقای دکتر محمدعلی مهراسا به این چون جواب دادن. یک جایش نوشته که اگر پیامبر خودش کتاب را نوشته بود چگونه میتوانست در آیات اولیه سوره روم پیشبینی کند که تا طی 3 تا 9 سال آینده سپاه روم بر ایران غلبه خواهد کرد. اون طرفی که به قول آقای دکتر مهراسا شیفته موهوماته اینو نوشته، نوشته که اگر پیغمبر کتاب از جانب خودش نوشته بود چجوری پیشبینی کرد که 3 تا 9 سال بعد قوای ایران از قوای روم شکست میخورد. البته من بگم من از اینجا عقاید آقای مهراسا رو میگم به نقد میکشم. ایشون نوشتن که چون که سلمان فارسی میدونست که با این جنگ هایی که شده ایران خیلی ضعیف شده و به زودی ایران قادر خواهد بود که ایران شکست بده. نه بزن پایه نداره بزن جنگ دینه کی بود؟ جنگ دینه ایران روم بود، آقای خسرو پرویز و نمیدونم کی بود امپراتور روم، یه آدم احمق بودن. جنگ دینه می کنن چند سال؟ 26 سال. آخه 26 سال شما از خزانه دولت، خزانه که انوشیروان بزرگ اون خزانه رو پای گذاری کرده بود، اون سردارانی که انوشیروان پرورش داده بود، 26 سال این سرداران اون پول ورده به جنگ چیزی نمیمونه. بعد وقت مثلا جنگ در سال چی؟ جنگ در سال این که اون صلیبی که عیسا رو به اون صلیب کشیدن اون خسروپرویز میره از روم میگذه میره. آخه مرسی که اون صلیب به چه درد تو میخوره؟ این که اون صلیب به چه درد به روم میخوره؟ این صلیب چیزیست که عیسا رو کشته باید آتشی بزنن، چرا مقدسش میدارن؟ مثل این که بگیم شمشیری که زنم کله آقای علی ما کشته شد بگیم این شمشیر ببوسیم. ببینیم انسان ها در حد پروفسور بزرگ فضایی هم باشن
در عقاید اجتماعی گاهی دچار کجراهی میشن و خودشون رو متوجه نیستن. درست مثال میزنم، یک شمشیر آقای ابن ملجم مادی، ابن ملجم فرازدین مرادی، آقای ابن ملجم مرادی یک شمشیر زد به آقای سر آقای علی. آقای علی هم گفتش که اگر من زنده موندم که خودم این تنبیه میکنم، اما اگه من مردم پسرم یک ضربه بزنه. خب معلوم میشه که این امام معروف یه نیستم علکیه، برای که خود آقای علی میگه اگه من زنده موندم، یعنی نمیدونه زنده مونده یا نه، میگه اگه زنده موندم خودم جوابش میدم، پس نمیدانه که زنده میماند یا نه. اما اگر مردم بگم نمیدونه میمیره یا نه، اگه مردم پسرم یه ضربه بزنه به سر این. خب یه ضربه زمان به یک شمشیر این آقای علی امام اول شیعیان کشته شد. خون این شمشیر رو بگیر ما بوس کنیم قربون برم شمشیر جان چل کرم اصلا کپوش درست کنم گردن ما بیدون کنم. شما اگه مسیحی هستی به این باور من نمیخندی. آقا من شمشیری که اون فرق مقدس اسلام رو یا شیعه رو کشته، اون شمشیر رو گرفتم به گردن ما بیدون کنم. تو میگید اه این شمشیری که زد اونو کشت تو که به گردن رو میکنی. حالا آقای مسیحی که برای میخوام بسید این شمشیری بگرد، تو چرا اون صلیب رو گردن تا میکنی؟ اون صلیبن عیسی رو کشت. فقط برگردیم به این نامه. 26 سال این دو کشور ایران و روم برای هیچ کوچ با هم جنگیدن. هر دو کشور فرسوده شدن، هر دو کشور سردارهاشون، سربازان و کاریدهشون همه از بین رفت. ببینید وقتی یک کشوری سربازاش همه کشته میشن، سردارش هم کشته میشن، میرن از روستاها میگن آقا سهمیه بدید، این روستا باید 10 سرباز بده، اون روستا باید 5 تا بده، اون کیلا روستا بده، اون کیلا 30 تا بده. خب این روستا و این نیکونبخت سربازی تجربه ندارن که میان در جنگ. ولی روم هم همه من لردن کنی چون آه. اما چرا آقای محمد گفتش که گفت در همین نزدیکی ها جنگ بین ایران و روم در گرفت و قوای روم از ایران شکست خود. این اون مقالات که در سوره روم هست من در دباه فرستم که ولی مفهومش کاملا نفسم مفهومش رو گفتش که در این نزدیکی ها در سوریه جنگ شده بود. در این نزدیکی ها قوای روم از قوای ایران شکست خورد و داشت که به زودی نگفت 3 سال تا 9 سال تو بگه قرآن بیاری باز کنیم نگفت 3 سال تا 9 سال گفت به زودی باشد که قوای روم در ایران پیروز شود و سبب شادی مسلمین شود. آقای محمد آخه تو به تو چی که روی ایران جنگ میکنه؟ تو چی کاره ای؟ چرا اون پیروز بشه تو خوشحال بشی؟ اون یکی پیروز بشه تو خوشحال نمیشی؟ تو چه ارتباطی با روی میان داری؟ ارتباط من براتون بگم ارتباط اینه که امین پیغمبر رفت توی قوای روم توی قوای کاروان حمل کالاهای رومی کارمند شد، یعنی در واقع کارگزار رومیان شد. البته آقای امین پیغمبر خودش این کار نکرد، خودش رفت پلو خدیجه کار کرد که خدیجه تعداد زیادی شتر و کارمند داشت و میرفتن کالاهای رومی رو از دریای مدیترانه میگرفتن میآوردن در طول جلوه ارسن میآوردن پایین تا در باب المندب اونجا میرفتن نزدیک اقیانوس دریای عرب که وقت اقیانوس هنده میگیدن به کشتی ها و کالایی رو که از اونجا آورده بودن میبودن از این پایین میبودن به طرف شمال میبودن به رومیا. چون که چرا این کار میکردن؟ چرا از راه عربشم نمیرفتن؟ بلکه به 26 سال بود خود تو پرویز خیاری رو میجنگیدم اونجا اما سال سربازاتون جنگ میکنم که میشین بید به اتنا بکنم من بخوام شطور رو رد کنم برم اینجا. این عملی نیست. و نزا وقتی که رومی ها دیدن که اینجا یعنی اروپایی ها دراره وقتی دیدن اینجا راه بشن بسته شده اون راه درست کنه. یه سریشون هم کارگزار
یعنی پیمانکار، یعنی کنتراکتور ایرانی ها، از جمله خدیجه. امونی پیغمبر را پلو خدیجه کار کرد، کار گرفت، بلکه فقیر بودن دیگه. من یه مدت اومد به پیغمبر گفت آقا محمد، این خدیجه خوب رو بگم دیگه، بگیم اینجا تو هم بیه بلوش کار کن. یعنی اومد کار کرد. پیغمبر یه جوان 22 ساله بود، خدیجه بانوی 40 ساله بود. اون روز یه بانوی 40 ساله در اوج زیباییه، حتی 60 ساله هم در اوج زیباییه، بعضی وقتای سیفلی لرن 78 سالش در اوج زیباییه. ولی اون زمان برای بانوی 40 ساله که همش روی شطور در اون گرما اینجا و اونجا میره و ستن و سختی میکشه، پوستش چروکیده میشه، سیاه میشه و پیر به من حساب میاد. یعنی در اون زمان خدیجه یک پیرزن به حساب میامد، میگم 40 سالش بود ولی با اون شرایط پیرزن به حساب میامد. و آقای محمد یک جوان 22 ساله بود و ازدواج کردن. طبیعیش که هر کنون چی میخوان، خدیجه جوان خوشگل زیبا رو میخوان که به سلام خواستای جنسیش رو برابر بکنه، آقای محمد هم پول میخوان که به کارش برسه، هر دو از این معامله خوشحال میشن. پس بنابراین این که آقای محمد میگه که امیدوارم که روم پیروز بشه، آرزو میکنم به زودی روم پیروز بشه، به خاطر اینکه این کارگر رو میابده، پوست و جونش از روم میاد، نون زندگیش از روم میاد. پس بنابراین طبیعی که آرزو میکنه که روم در ایران پیروز بشه. حالا نامه آقای میراسا رو یه تیکای دیگه شو میخونیم. میگه که همچنان که ما مردمان میمیریم، فیل و گرگزن و نهنگ و موچه و باکسی ها نیست میمیرند. اگر آنان روح دارن، انسان هم باید روح داشته باشد. شما وقتی آب را میجوشانی، میکروب های درون آن میمیرند و روحی ندارن که پرواز کنند. همچنین بر روی کره زمین روزانه صدها میلیون مرغ و گوسفند و گاو و خوک را برای تغذیه آدمی میکشند و اجزای بدنشان استفاده میکنند، گوشتشان را میپزند و میخورند. ولی جوری از این همه حیوان به عالم اعلا نمیروند. وجود روح را ما آدمیان ساختیم، همان کنونه که برای جهان خالقی ساخته ایم، در حالی که نمیدانیم که آن خالق خودش چگونه به وجود آمده است. به من خدا همه جهان رو ساخته، خب کی خدا رو ساخته؟ روی مانند وجود خدا و الله ساخته ایم دست بشر کمشور و نادان نسبت به دانشهای امروز بوده است. یعنی اونه که به او ساختن و نمیدونم این حرفا رو ساختن نسبت به دانشوی امروز اطلاعی نداشتن. و اعتقاد به آن علامت نابخردی است. البته روان در روی دو چیز است. روان همون ذهنیات آدمی است و دانش روانشناسی نیست از ذهنیات آدمی خبر میدهند. از این زندگی یک درخت را زمانی که شما اره میکنید او را میکشید و میمیرد. این انبوه جاندار و میلیارد موجودات زنده که در طول قرون مدرن هیچ اثری از روح به جا نمانده است، زیرا روح نیز همانند الله که ساخته روح بشر است پدیده نیست، لاوجود و تداهمی. دنیای پس از مرگ نیز ساخته مغز علیل و فریبکار کسانی است که خود را به عنوان پیامبر و رسول خدا خدای لاوجود معرفی کردند تا آدمیان را از آن بترسانند و به خود واقف کنند. پرسشی از شما و دیگر دین داوران دارم.
اگر بهشت آنچنان است که برادران دروغی تعریفش میکنند، یعنی محل زندگی خوب به جای تفریح و عشق‌بازی و شرابخواری است، چگونه در آن یک دستگاه رادیو تلویزیون وجود ندارد که امواجش را به سوی ما بفرستد تا ما قانع شویم و باور کنیم؟ چرا این الله که به عقیده شما خالق ماست کامپیوتر و ایمیل ندارد تا به ما تماس بگیرد و ما نیز وجودش را باور کنیم؟ بشر ضعیف و مردمی این همه اختراع و اکتشاف کرد و کره زمین را به کل تغییر داد، اما هنوز دست از سر موجودات مهمل و لاوجود به نام خدا بر نداشته و به غلط تصورش این است که کائنات را این موجود مهم ساخته است. ساختن دنیای پس از مرگ تنها برای ترساندن مردمی بوده است که به این شیادان ایمان نمی‌آورند. نوشتند، یعنی اون آقایی که نامه نوشته نوشته اید اگر محمد موجود نداشت چگونه میتوانست در آیات اولیه سوره رو نمی کنم خوندم که بیشگویی هستم. خب حضرت از کجای سوره روم اعداد 9 و 3 سال رو نوشته است؟ چرا از خودت خلافگویی میکنی؟ این یک دروغ و بهتان است. به قرآن بیماریه سوره را تنها نوشته است در عرض مدتی روم پیروز میشه، نمیشه در عرض. بعدش میگه که محمد خودش به قریشیانی که از او طلب ایجاز میکردن رسمن و علنن میگه من این لجوبی ندارم که به شما نشان بدم. اما 1600 سال بعد از این ادعای خود محمد، افراد متعصب و شیفته محمد پیدا می شوند و برای آیات قرآن معجزه می آفرینند. از اون انکه شما حتما بهتر هم میدونید که اولین خدایان طبیعی بودن، یعنی ما، ستاره، خورشید و از این قبیل. بعد بازم دیگر خدایان طبیعی، رودخانه، کوه، درخت، از این چیزا. بعد یعنی شوش بود ساخته شد، بودها ساخته شد، این بودها. خب بشر هیچی این پیشتر میشد، عقلی پیشتر میشد، دیگه بیشتر کم الان که خورد خورشید این فرزن فرزن هر چی ما خوشی می پرستیم سرقه نمی کنه که بپرستیم که گریه کنیم که نه هیچ سرقه نمی کنیم، پس لذا اونو گوشم کنم. بعد آتش پرست شدم، بعد هم که خب آتش هم خب درست در کنترولشون خوب عزیز استفاده می کنه نگه، ولی پرستیدنش کمک نمی کنه، فعالیت نمی کنه. بعد هم بگم بود درست کردم، بود ها رو پرستیدم. بعد این خب این پوت هم خودشون ساختن دیگه، من یه جیر با چکش از سنگر رو بردم گوشتم به خورم بودم تا کاری با برام بودم. خب این هم خنده داره. بعد حالا اینشون نیستن اونایی که مغزشون علیم بود، نه اونایی که مغزشون خوب کار میکرد شیاد بودن، گفتن چجوری مردم رو هنوز وادار کنیم که به ما پول بدن، از ما بترسن. گفتن خداوند تو آسمونی. خب بگه حالا میگی نه بیا بریم آسمون نشونه دادم. میگن به یاری گفتم وسط کاره زمین کجاست؟ گفت یه میخدم گفت همین دو وسطه. گفت چی بیش حالا کنیم؟ گفت میگی نه بیا بریم اندازه بگیریم. حالا کیه که از این بر زمین بله اصلا کجا چه بیری میشه؟ هر دو میخ بزنی میتونی بگی وسط بگیم، یعنی یه کره رو کره که وسطش اون توشه ولی روش وسطش کجاست؟ همه جای وسطش. ببینید شنیدید هم من دیدید که قبر فرعون ها رو توی مصر رو گاه وقتا مورن قبر ها رو برمیارن ببینن که توی این قبر مثلا فرض کنید که شمشیر و لباس های جنگی اون پادشاه یا سردار هم دیدشمن،
اون غیر مواد غذایی هم گلوتن، البته مواد غذایی فاسد شده رو خواه خراب کرده، ولی از آثارش میفهمید که یه غیر غذا گذاشتن، یه غیر شمشیری گذاشتن. حتی در هند وقتی یه مرگ میمونه زنش هم بهش دست میکنن زنده زنده. یعنی اینو بر اساس این که فکر میکنه این ممکنه زنده بشه. ولی این چرا این دو اتفاق افتاده؟ برای که مردم خواب این نمیفهمیدن، بیهوشی هم نمیفهمیدن، بیهوشی طرف بیهوشی افتاد، بیهوشی افتاد، مرده، خوابه، این چیه؟ بعد اصلا دوستش هم این اگدیار شد. در جنگ هم اتفاق میفتاده که دنبال ایمان هم کردن سنگی رو کلش میخورد، گلدی رو کلش میخورد، جل اتفاق میفتاد کاری بیروش میشد، بیروش که میشد طرف نمیفهمیدن که این مرد یا دوباره پایین چه مونده میشه. ولیزا شک داشتن، هر مردی رو شک داشتن که نکنه این بیروش شده دوباره مونده میشه، چون نمیفهمیدن ضربان قلب و تنفس و اینا رو بهش پی نبرده بودن. ولی جا فکر میکنن که این آیا مرده یا آیا دوباره زنده میشه، دوباره پا میشه. لجا وقتی چالش میکنن توش قضا هم میداشتن، شمشیر هم میداشتن، این هم میداشتن، این پا شد زنده شد، شمشیر داشت شد، سلاحی داشت شد، قضایی داشت شد، بتونه اصلا یه بیر خود شد تو به کسی بیرون. خب اینا به تدریج اینا کار نکرده بیا اون مردم گفتن آقا اینجا مرده که دیگه هم ده نمیشه که اگر همه شد زنده بشه یک اون درزی بیان که بگنن به دنبال بیز بکنن و دنبال هم بکنن و کلاشون به درخت بخوره، کلاشون به هم بخوره و بیزه شاخ بزنه و روچ کوهی مثل شاخ بزنه و نمیدونم گابوش بهشون بزنه، اونا هم دیگه 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 پیش نمیده دیگه. لذا گفتن خدا تو آسمونه. بعد آخونده برای که بیان بگن که باید خوب کار کنیم فلان باشی، مردم به مثلا اون چیزی خودشو میخواستن بادر کنن، گفتن جهنم و بهشتی هست. جهنم بهشت هم از اول از دین زردشتی ظاهر شد، البته خود زردشت هیچ وقت نگفت جهنم بهشت هیچ وقت، ولی بعد از چند صد سال مخای زردشتی اومدن اونارم من قبلا من برای تو بستم، اومدن دیدن که زردشت میگه که شما خوبی بکنید تا خوبی بر بدی پیروز بشه و دنیا پر از خوبی و روشنایی و شکوفایی گیاهان و سیر بودن مردم و دور شدن بیماری ها و اینا باشه. خب این متوجه نبودن که وقتی که زردشت اینا رو گفته منظورش یک نفر نبوده، منظورش نسل انسان ها بوده. شما خوبی کنید نسل انسان ها روی روی بهتر میشن، کمان که نسل من که الان تو میشه با نشستم با مثلا نسل فرض کنید که پدر بزرگم خیلی فرق داره. پدر بزرگ من مثلا در یه جای زندگی میکرده، نه بخاری به اون صورت داشته، مثلا در یه چند تا ویزان داغ میکرده نوره به تو خونه، نه وسائل مسافرت داشته، نه وسائل بهداشت داشته. من خودم مادر من ده تا فرزند دیدم و اونه سفش مردن، برای که وسائل بهداشت و فلاه بیشتر از کزار میمردن. این بند ناف نمیفهمیدن که باید آلوده نباشه، نمیفهمیدن اینو مثلا الکل بزنن یا کار کنن فلان، یا قیچی که بند ناف میبرن مثلا باید تمیز بشه، داغ بشه، باید یا که الکل بزنن فلان، این آب لوده میشه، کزاز میگره، کزاز بیماری میگره و میمید. بچه ها معمولاً در کوچکی تلف میشدن. برحال در دین زردشت دیدن، اومدن دیدن مردم اینجوری فکر کردن، البته من میگم غلط فکر کردن، فکر کردن که آدم پیر میشه، ضعیف میشه، بیمار میشه، علیل میشه و میره. پس بنابراین خوبی بر بدی پیروز نمیشه، بلکه بدی پیروز میشه. توجه نداشتن که نسل بشر اون یک نفر که میمیره چند نفر نجات به دنیا میاد و نسل بشر روز به روز بهتر میشه. همونطور گفتم زندگی انسان ها بهتر میشه با خوبی ها، با دانش، با اختراعاتی که انسان های خوب میکنن،
پس بنابراین لزوم اینجوری میشه که ما باید یک کاری کنیم که خوبی کنیم تا زندگی انسان ها خوب بشه. اینو چون نفهمیدن اومدن گفتن خواه این که نمیشه که بدی ها خوبی پیروز شد، پیر شد یارم و بدی ها خوبی پیروز شد. اومدن گفتن که پس یک زندگی بعد مرگ هست که وقتی این دنیا یارو که آدم خوبیه، خوبی کرده ولی در این حال پیر شد و مریض شد و مرده، پس من در یه جای خوبی ببینیم که پس بهشت هست. اگر همونی که بد بوده یه جایی بد بدی بینه اونجا جهنمه. اولاً گفتن یه پلی هست به نام پل چینبار، هرکس میمیره از اون پل رد میشه. وقتی میخواد رد بشه خداوند نگاه میکنه، اگه آدم خون بشه پل پهن میکنه قشنگ یه رد میشه، اگه آدم بدی بشه پل رو نازک میکنه، طرف تا میمیره رد بشه طلب این مفتوب جهنمه. خب این چیه بچگانه این مثل پل سرات یارو اونجا از نی نازکتر از چمشی سیستره یارو آقا میخوای مال ولی جهنم دیگه این کارا رو نکن دیگه، ما بگید دیگه جهنمی هستم دیگه، آقا ما که میتونی از دیگه نی نازکتر ناخون چمشی سیستر رد بشیم. حالا بفرد حالا یه نفر کسی آهنی کرد بندازم بود یکی داری یارو اینجا اینجا رست. خب یه خانم مسلمی که روشن در این شخص داری میشه اون چی دیگه بره؟ کنیم به سناق بیداری اونهای که خوندیم که علامت بگنم به خدمت شما. قسمت های دیگرش رو باید آقای توکلی رو همهش داشته باشیم که اگر نیکس رو داریم بده به همین حالت نوشته جالبی از نیوز مثلنگ من یه تیکاش هم بود ولی ما به نظر من هیچ کس حق ندارد به موجود ایمان بیاورد که هنوز نتوانسته به هیچ شد که میتوانیم چیز کاملتر و منظمتر از آنچه خلق شده در ذهن خود تصور کنیم، ببینیم یکی ما بتونیم چیزی منظمتر از این دنیایی که کره زمینه تو ذهنمون خلق کنیم، بعد میشه مانند نبودن بیماری منظم بودن باران در همه جا، نیامدن زلزله، خوشبختی همه انسان ها و پس چرا خدا نمیتوانسته چیزی کاملتر و بهتر از اون چه آفریده بیافرینه؟ ببینید ما اگه میخواستیم دنیا خلق کنیم چون خلق میکنیم که باران در همه جا به طور مساوی بیاد، نه که یه جا سیل ببره یه جا از خشکی اینقدر خود بشه آتیش بگیره، زلزله اصلا نمیفرستیم، بیماری نمیفرستیم. پس اینا که تو ذهنمون میتونیم یک همچین دنیایی رو تصور کنیم، چرا خدا در واقعیت نتونست این کارو بکنه؟ بله
خب این از مطلبی که خونیم من علامت رو دارم که تکرار نکرم. خب من یه باید شوهر منی تفیم برم الان میرم. من برایش میدونیم برای به خود برای که بوداره رو باید چندین شوهره ازش استفاده کنم. بله اینجا میشه این عکس البته نگاه کنیم. تا چه حد آشنایی داریم. این عکس خانم جنیفر لوپز هست، خواننده و هنرپیشه. پسر جنیفر لوپز تو مدرسه داشت گریه میکرد. آقای مدیر ازش پرسید پسرم چرا گریه میکنی؟ گفت مامانم میخوام. مدیر گفت ببین پسرم، ما همه ما مناطره میخواهم ولی گریه نمی کنم. یه شعر از سعدی نوشته، پیام دادم و گفتم بیا خوشم میدار، جواب داد و گفتی که من خوشم بی تو. حالا البته این همه شنیدی دیگه، من برای این توضیح بدم چون خونش یه روز اومد نزد شیخ گفت آقا شیخ من یه اتاق کوچیک داریم، من و زنم و چندین بچه داریم، این تو خیلی سخت مونه چیکار کنیم؟ شیخ گفتش که خب بیرون خونید اتاق توی گفت بیرون خودم یه بیر بریم گفت الان شب بزرم بزر تو اتاق برم اصلا بزر بود تو اتاق و چندین مدت گذاشت. بعد اومد گفت یا شیخ این اصلا بوز و ما و اینا تو اون اتاق اصلا خیلی سخت خوابیدن، مشکل خیلی ناراضیم. چه خوب حالا از اینجا بوز رو یاد بگم. بوز بود بیرون برای وقتی بوز بود بیرون اومد گفتش که آقای شیخ خیلی راحت شدید، اصلا راحت میخواد. من دیروز از شیخ پرسیدم یا شیخ وقتی مردم برای برگشتن به شرایط 10 سال پیش اینقدر شادی میکنن، اگر به شرایط 40 سال پیش برگردن چه میکنن؟ هنوز شیخ جواب نداده. شایع است که قلبش از وحشت جوابی که باید بدهد از کار افتاد. تصادف میکنه بیهوش میشه میبرنش بیمارستان، بعد یه مدت بیهوش میاد اینجور مثل این که تو بهشتم درنش میگه کوری نمیدونی من پلید نشستم. براتون
پدر بزرگ به نوه گفت بگو برو قایم شو امروز مدرسه رو پیچونی، معلمت اومده دنباله. نوه نه شما باید قایم بشی، من بهش گفتم نمیم چون شما فوت کردیم. فرنگ لغت زنان آره یعنی نه، نه یعنی آره. ما باید به همه حرف بزنیم، یعنی بنشین فقط گوش کن، هر کار دوست داری بکن، یعنی بکن در دهن سرویسه. چقدر من دوست داری یعنی یه گنگ زمان میخوام بگم، دو دقیقه دیگه حاضر میشم یعنی دو ساعت دیگه. صفحه که بیرم به این پشت این صفحه این که خونه خب یه تیگه این مثلا یه مسئله بزرگی که من عدازم در رفتیه بیان یه مادر اومد تو اتاق بید دخترش دو تا سیب تو دستش، هر دستش یه سیبه. گفت دختره بیشه این سیبه رو میدونم. دختره بیشه که این سیبه رو بدون به مادرش یه گاز از این سیب زد خود، یه گاز از این جرد سیب زد خود. مادرش خیلی عصبانی میشه همچنه مواربه مادر عصبانی میده تو دل خودش خشمگی. دختره بیش گفت مامان این خوشمزه تره، اینو به تو بگم. و این رسیل نوشته نوشته که وقت اضافت این وقت عجله نکنیم. خب پرحال این تلویزیون استودیویی که من الان توش هستم اگه بخواید اونوان بزن پیام بگیرید یه تلفن پیام که اینجا هست، این تلفن هستش 281-835-3063. تکرار میکنم 281-835-3063. و تلویزیون آقای علی دلگر اگه بخواید کمک کنید و زنگ بزنید هست 703-655-2268. این کتابی هست تحت عنوان در دامگر حادثه آقای پرویز ثابتی مدیر کل ساواک و سخنگوی ساواک و فرد مؤثر ساواک اینو نوشتن به صورت سوال و جواب هستش. من یک تیکاش علامت کردم براتون بخونم. خیلی چیزایی که ما تو ذهنمون به غلط ساختیم اصلاح میکنه. من حرفایشون رو خب تبیز که نفر از خودش رو پهلوان جلیم دیدنی، ولی خب خوب من قبول میکنم حرفای منطقه. من فردوست را در جریان انقلاب خیلی مقصر نمیدونم که در بارش بحث خواهم کرد، ولی پس از خروج شاه از کشور و بعد از انقلاب با رژیم جدید همکاری کرد. یعنی فردوست در زمانی که برای شاه کار میکرد مردم فکر میکنن این همه مثلا خیانت کرده کشور، مثلا زمینه های انقلاب رو فراهم کرده، ولی ایشون میگه که نه هیچ کار نمیکرد. بعد این انقلاب شد خب میخواست کشته بشه و با انقلابیون همکاری کرد. در بخش نوشتن شون چه پاسخ درباره هر سوالات بالا منفی است. روی سوال بخونم. البته یک نظر عوامانه هم هست مبنی، یعنی این که سوال میکنه اینو پرسیده. البته یک نظر عوامانه هم هست مبنی بر این که کاست ها و نوار ها و اطلاعی های آیت‌الله خمینی از نجف به ایران میاند، سواک عامل گسترش آن بود و
و بعضی هم میگن که سباک مطلقا خبری نداشت یا اطلاع داشت و چیزی نمیگفت. حالا پاسخ های سابقی پاسخ درباره هر سوالات بالا منفی است، از آن حرفه بی اساس و بی معنی است. سباک نوارهای کاست او را تهمی میکرد که کله شود. تا اولای سال 56 1356 که ما بیشتر در فعالیت های مخالفین کنترل داشتیم، ورود این گونه پیام ها و نوارها بسیار نادر بود و به شدت از پخش آنها جلوگیری به عاملین را تحت تعقیب قرار میدادیم. از موقعی که به دستور شاه چفت بست های امنیتی شروع شد، با تکرار میکنم، از موقعی که به دستور شاه چفت بست های امنیتی شروع شد، این فعالیت ها گستره شد و در این اواخر هم که به کلی از کنترل خارج شد. گفتم که بسیار از روحانیون را زیر نظر داشت که مثلا آیت الله دستگیر را در شیراز که تمام مدت تلفنش کنترل بود. نهضت آزادی از سال 1340 که دروچه بنیاد دنبال خمینی بود و جبهه ملی دنبال شریعت نداری. ببینید 1340 یعنی 17 سال قبل از انقلاب آقای بروجردی مرد. وقتی آقای بروجردی و شاه دو تا آدم بودن که هر دو احترام آنو داشتن، شاه جرأت نمی‌کرد برخلاف نظر آقای بروجردی کار کنه، کمان که این لایه اصلاحات ارضی رو شاه مدت ها تحت دست از وقتی ها با منطقه شاه پادشاه شد. اول اون زمینه که رضا شاه از مردم به صورت هدیه گرفته بود، البته هدیه که وادارشون کرده بود که هدیه بدن، یعنی گفته بود که بعد که خانه خوبش اون طرف گفته قابل نداره، گفته پس قابل نداره بیاد یادداشت کنید محضر دفتر سنتی رو بسید. خب یادتون باشه آقای رضا شاه این خونه ها رو همه رو از اعیان گرفته بوده، هیچ آدم سادهی و خونهش بیرون نکرده خونهش رو گیره، از کسی گرفته بود که 20 خونه داره، یه ده از کسی گرفته بود که 100 ده داره. حالا در میارم میشه من تعیید نمی کنم این کار خوبی بوده، ولی نه اونجوری که مردم میگن. یارو تعارف میکرد گفت چه قالی خوبی داری، گفت قابل نداره، گفت بده من رسم ایرانی هست که میگن قابل نداره، ولی از اون قابل نداره رضا شاه سوء استفاده میکرد. حالا نهضت آزادی از سال 1340 که بروجردی مرد دنبال خمینی بود و جبهه ملی دنبال شریعت نداره. این نهضت آزادی خیلی کارشون خشن بوده و ما نمیدونیم. جبهه ملی که همه آنها 14 نفر بودن، خوب توجه کردی چی گفتن؟ جبهه ملی که همه آنها 14 نفر بودن، یعنی جبهه ملی ایران 14 نفر بودن. البته هوادار زیاد داشتن، اوز 14 نفر بودن، هوادار زیاد داشتن. در همین اوائل انقلاب، اوائل انقلاب یعنی تازه انقلاب شده بود، همین جبهه ملی یک میتینگ گذاشت توی یک خونه نزدیک میدون مدعی دیگه، اون چیز جاندرمری بود، خیابون سیمتری روی تشکیلات جاندرمری عمر خیابون، یعنی مثلا فرض کنیم که اگر شمال جنوب بگیم این طرف شمال قرب خیابون، قرب خیابون یه خونه بود تو خیابون یه تظاهرات گذاشت کرد، خونه پر از آدم شد که بیرون خونم پر جمعیت شد. در اون تظاهرات آقای سنجابی سخنرانی کرد، آقای دریادار مدنی که کاندیدای ریاست جمهوری بودن در رقیب بنی سعید و ایشون هم صحبت کردم، منم چون طرفدار آقای مدنی بودم، من گفتم اولش گفتم بیشتر عمرم طرفدار جبهه ملی بودم، بعد فهمیدم که جبهه ملی آدمای درستکاری هستن، آدمای با اطلاعی هستن، آدمای سخت‌کوشی هستن، ولی آدمای بی جرأتی هستن. کما که به صدیقی گفتن بیا نخواد سالگی بشه نمیمون کرد، منتظر بود سنجابی بهش چی بگه، سنجابی ساعت به ساعت زنی جا قبل نکنی ها. جبهه ملی که همه آنها 14 نفر بودن،
تا سال انقلاب و نهضت آزادی هم نیروی قابل توجهی نداشت، ادهی دوربر حسینی ارشاد بودن که به ملی مذهبی ها سمپاتی داشتن، هیچ کدوم مسئله جدی نبودند. آقای ثابتی که اینا هیچ کدوم مسئله جدی نبودن. ببینید در انقلاب همه گروه ها یک کنگالی به آقای شاه انداخته. ببینید آقای شاه 37 سال مملکت داری کرد، در این 37 سال سالهایی بود که دموکرات کامل بود، اصلا هیچ کاری نداشت، سالهایی بود نیم دموکرات بود، سالهایی بود که دیکتاتور بود. ببینید همه که دموکراسی کار نمی کنه، من بارها براتون گفتم کجا وقتی دموکراسی کار نمی کنه باید دیکتاتوری باشه، در این راحتی تکرار میکنم، وقتی دموکراسی کار نمی کنه باید دیکتاتوری باشه. من براتون مثال بگم، گفتم الجزایر 25 سال 20 سال پیش آزادی شد کامل، گفتم همه یه حق رایی دارن، همه یه رایی دارن، من رو گفتم گروه های اسلامی رو آوردن سر کار، یه نگست که گذاشت کودتا کنه اونا رو انداختن کنم، بلکه آخه بگذیم آزادی چون وقتی اسلام آوردی خب اسلام خودش ضد آزادیه، من نمیگم اسلام بدیه خوده، ولی آزادی رو بگیم وقتی اسلام اومد تو میگه نمیتون از دینت از اسلام بگیم مثلا مسیح بشون با آزادی که ازت گرفته اسلام، پس اسلام ضد آزادیه. اسلام اومد تو این نمیتونی مثلا فرض کنیم یه پسر دختری برم بشینه با هم حرف بزنن، پس اسلام ضد آزادی. حالا وقتی به شما آزادی بدن شما وقتی اسلام یه رایی بیتر کار، خب پس بنابراین هنوز به مرحله دموکراسی نرسیدی. خیلی ساده میگم در زمان آقای دکتر صادق من در قضیه دانش آموز دبیرستان بودم و رفتم اونجا گفتم هر کی میخواد رأی بده آزاد، انتخابات آزاد، صد درصد آزاد بودم. بعد دو تا آخوند از قضیه نماینده شدن، آخه تو که آخوند نماینده میکنی تو معنی دموکراسی رو نمیفهمی، بلکه آخوند نماینده یک خشتی از مردم که به سلمان هستن تو این قضیه. خب کلی مسیحی بود، کلی بهایی بود، که میگم کلی بهایی بود، من دیپلمم گرفتم منظور آمار شدم، میدونید من میگم من حدتون تو بیدم دستور دادن که آمار سرتاسری در مثلا همه کلینان انجام بشه. خب معمولین اداره آمار که اینقدر نیستن که اومدن استخدام کردن دیپلمه هایی که تازه دیپلم گرفتن استخدام کردم، ما را استخدام کردم 40 روز مثلا من 30 روز رفتیم آمار گرفتیم، منطقه تخصیم کردیم تو برای اینکه دونیم. من در اونجا دیم یک مثلا دهی هست میریم همین جمع با این اصلا باورم نشد که مثلا یک کسی جرعت کنه بیا بیش من باهایی هم. خب باهایی بودن شما وقتی آقای صفایی آقای حاجی جلالی رو انتخاب کردید، دو تا آخوند به عنوان نماینده شهر انتخاب کردید، خب اینا برادر اون ماهیه رو بدنشون در میارن دیگه. پس شما آزادی رو مردم رو گرفتید، قبلا اینا آزاد بودن، حالا دیگه آزاد نیستن. حالا این براتون مثال زدم، گفتم در مصر آقای ملک فاروق بود کودتا شد، بهش گفتم تو دیگه نیاتی که سر آقای ملک فاروق از پادشاهی عدل شدی نجیب اومد سر کار با انتخابات نیومد. بعد یک آقای عبدالناصر جمال عبدالناصر اومد نجیب گذاشت کنار خودش اومد بکن با انتخابات نیومد. بعدش آقای امرسادات اومد اونو گذاشت کنار، یعنی اون مرد امرسادات اومد سر کار، امرسادات با انتخابات نیومد. بعد انور سادات به دست اون خالد استانبولی توی اون مناظر کلوب با گوله زدش کشتش. بعد حسین مبارک اومد سر کار، این هیچ کدوم ما انتخابات نیومدن. بعد حسین مبارک با انقلاب بهار عربی از کار برکنار شد، رئیس‌جمهوری شد، اسلامی ها اومدن، محمد مرسی مردم میان ای اسلامی ها اومدن برای این تظاهرات کردن، برای این تظاهرات کردن اگر 5000 نفر جمع شده این تظاهرات میکردن 500 نفر اسلامی میمونن با چاقوی پنج بخت و به حرکات زشت و به دست دادن دستمالی کردن زنا و میمونن با حد که ارمت مردم این صف و پراکنده میکردن.
بعد دوباره جمع میشه من در مریضون ارتشون محمد ناصری گرفت آقای جنرال اسیسی من همچنین یعنی یک دوران کوتاه یعنی بعد از زمان ملک فاروق تا به امروز یک دوران کوتاه در نسل دموکراسی شد مردم رفتن به اسلامی ها رای دادن یعنی آماده دموکراسی ندیدن هنوز شایستگی دموکراسی رو نداشتن آقا محمد رضا شاه که پادشاه شد اولش دموکرات بود بچه اولی که دموکرات بود همون هفت سال هفتم تو دانشگاه تو دیگه میخواستم بکشنش بعد اصطلاحی که میگن شاه گفته من جایی نخوندم ولی میگن شاه گفته شاه به نخست وزیر به وزیران گفته این که نشد که شما قدرت داشته باشید چی به شما هم بخورم یعنی چی؟ شما قدرت داشته باشید چی به شما هم بخورم یعنی قدرت داشته نه حالا که اینطوریه بس در زمان مصدق بعد از 12 سال پادشاهی آقای دکتر مصدق فرمان شاه رو گردن نداد فرمان قانونی شاه رو قبول نکرد شاه تدگانش جانش رفت روم بعد که اومد گفت من اشعار رو میخوام خودم دست هم بگیرم رئیس گروه اکثریت مجلس یعنی اینجوری بگم آقای سلاوزادی رفت برای رئیس گروه اکثریت مجلس جای مجلس خصوصی گفت برو از این شاه بگو آقا به من اطمینان نداره من کار بدی کردم من چیکار کردم فلان کردم چرا تو کار من دخالت میکنی پس از شاه پرسید خب این میگه که شما ازش اطمینان شما ازش اطمینان نداری شما از این بدی گفت نه خیلی آدم خوبیه خیلی من دوستش دارم گفت پس چرا تو کارش دخالت میکنی گفت من میخوام از این به بعد اسرار خودم به دست بگیرم و الحق و الانصاف از زمانی که شاه اسرار خودش دستش گرفت یعنی از سال 1332 تا 57 یه 25 سال این 25 سال ایران رو به حق اکثر به ترقی رسوند به اونجوری که میگفت من به دروازه های تمدن بزرگ میرسونم ما همه نهیدی مزخری میکنم با من در اون را کوشید وقتی بهش گفتن سرطان داری گفت چند سال میتونم زنده بمونم بهش گفتن 8 سال گفت 8 سال برای من کافیه که اون ملت ایران رو به اون مرز ترقی و تعالی که میخوام برسونم ولی متاسفانه این پیروزی شد دیگه حالا بقیه مسائل میگیریم برای دفعه بعد من از آقای امیدوار بسیار سپاسگزارم که در اتاق فرمان برنامه رو کارگردانی فنی میکنن از شما عزیزانی که به این برنامه توجه کردید پای برنامه نشستید بسیار بسیار سپاسگزارم بهتون تعظیم میکنم و براتون شادی پیروزی و تندرستی آرزو میکنم و شما رو به خرد خودتون که خدای خودتون خداوند جان و خرد میسپارم.